اینجا چیدمان است. اولین مسابقه دکوراسیون داخلی منزل. در هر قسمت چیدمانه میزبان دو هنرمند خواهد بود که البته با قرعه کشی در کنار هم قرار میگیرند. اینجا شما شاهد قرعه کشی 10 قسمت اول چیدمانه هستید. البته این قرعه کشی برای شما مخاطبین عزیز هم اهمیت داره. مخاطبین عزیز برنامه چیدمانه، شما با شرکت در مسابقه که مخصوص شما طراحی شده میتونید برنده خوش اقبال یکی از 2 آپارتمان اهدایی چیدمانه باشید. جایزه چیدمانه فقط آپارتمان نیست. شما میتونید با امتیازدهی در هر قسمت تو مسابقه شرکت بکنید و برنده 3 بن تخفیف 20 میلیون تومان مبلمان در برنامه چیدمانه باشید. شما الان همه مراحل قرعه کشی رو نمیبینید. چرا؟ چون این همون مسابقه‌ایه که برای شما طراحی شده. ما اینجا قرعه کشی میکنیم که کدام یک از هنرمندان در کنار همدیگه قرار میگیرن. شما باید حدس بزنید برنامه بعدی ما اون 2 هنرمند کیا هستن. حدس خودتون رو به سامانه پیامکی 90989 ارسال بفرمایید. قرعه کشی 20 هنرمند دیگه که از قسمت 11 تا 20 در کنار هم خواهند بود در قسمت 11 تقدیم شما خواهد شد. قاعدتا شما فرصت حدس زدن 2 مهمان برنامه اول ما رو ندارید. مسابقه شما از قسمت 2 شروع میشه. میتونید حدس بزنید مهمانان برنامه ما کیا هستن. پس لازمه همه برنامه‌های چیدمانه رو نگاه کنید. شاید شما برنده خوش اقبال آپارتمان‌های اهدایی چیدمانه باشید. شما میتونید با امتیازهای نهایی خودتون و هنرمندان محبوبتون اونا رو در برنده شدن در مسابقه چیدمانه کمک کنید. خودتونم همینجوری میتونید در قرعه کشی 3 بن تخفیف مبلمان شرکت داده باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قرعه کشی های برنامه چیدمانه میتونید به صفحات این برنامه در فضای مجازی مراجعه بفرمایید. ما اینجا قرعه کشی های 10 قسمت اول برنامه چیدمانه را انجام میدیم. اما شما در اول هر قسمت از برنامه چیدمانه متوجه میشید که مهمانان ما کیا هستن. قرعه کشی رو میبینید. اون وقت متوجه میشید حدستون درست بوده یا غلط. بریم با هنرمندان شرکت کننده در قسمت‌های اول تا 10 چیدمانه آشنا بشیم. هنرمندان محبوب شما، پژمان واضقی، دوست عزیز من و خانم نیوشا زیغمی، زن پرآوازه ایرانی، یوسف تیموری شنگول و هنرمند، الهام حمیدی، هنرمند عزیز کشورمون، سپند امیر سلیمانی و خواهرشون چمند امیر سلیمانی و حالا ارسلان قاسمی، جوان رعنای سینمای ایران، مریم مومن، بازیگر باهوش و شکیب شجره، کمدین دوست داشتنی ایرانی. بریم به سراغ خانم حدیث میرامینی مهربان و حالا آقای محمد نادری، بازیگر خوش‌ذوق و خانم صحرا اسداللهی و همچنین باربد بابایی خوشتیپ و اما آشا مهرابی هنرمند، بازیگر دوست داشتنی، میثم درویشان پور، او هم بازیگر کمدی ایرانی است و اما خانم متین ستوده، هنرمند محبوب و عبدالله روا، بازیگر و مجری دوست داشتنی، مهیا دهقانی، آینده ساز در عرصه سینما و نیما شاهرخ‌شاهی خوشتیپ و اما سرنا امینی، آتیه‌دار سینمای ایران. Thank you.
برنامه لیلا اوتادی. سلام سلام، من لیلا اوتادی هستم و اینجا مسابقه بزرگ چیدمان است. در هر قسمت ما دو مهمان داریم و کلی چالش جدید. مهمترین چالش ما چیدمان خانه خامیه که در اختیار این عزیزان قرار داده میشه و با شرکت در چالش های ما و کسب امتیاز میتونن از غرفه ها هر لوازمی که برای این چیدمان احتیاج دارن رو انتخاب بکنن و باید حواسشون به این موضوع باشه که بیشترین امتیازها رو برای خودشون کسب بکنن برای جایزه اصلی. بریم ببینیم مهمونای قسمت اول که طی قرعه کشی در یک گروه قرار گرفتن کدوم عزیزان هستن. با ما همراه باشید. بینندگان عزیز و دوست داشتنی چیدمانه، شما تماشاگر قرعه کشی اولین قسمت چیدمانه هستید. ببینیم کدام یک از خانوم ها و آقایان هنرمند همراه هم دیگه در اولین قسمت چیدمانه چالش ها رو پشت سر میگذارن. اولین نفر از خانوم ها ببینیم کیه؟ بله، خانم مریم مؤمن. چه شانسی، همیشه ایشون اوله. ببینیم کدام یکی از آقایان هنرمند در کنار مریم مؤمن قرار خواهد گرفت. اجازه بفرمایید. یوسف تیمور، خدا به دادت برسه خانم مؤمن. ببینیم چه اتفاقی. من فکر میکنم این دو نفر در کنار هم دیگه خیلی مسابقه رو جذاب خواهند کرد. یوسف تیموری به نظر من باش خوش میگذره، خوش انرژی هم. فکر میکنم که آقای تیموری بازیگری هستن که حتی اگر حال خودشونم بد باشه دوستان همیشه لبخند رو لب همه باشه، برای همین فکر میکنم که باشون خیلی خوش بگذره. خانم مریم مؤمن، من تا حالا باش کار نکردم، بازی نداشتیم توی کاری و اینکه میدونم که خیلی پر انرژی هستن، امیدوارم که من هم گروه خوب باشم براشون. من کلن خیلی آدم شوخ طبعیم، اینو اطرافیانم میدونن. یه چیزی بگم من 2 ساعت میخندم، برای همین کارهای کمدی خیلی بر من سخته. فکر میکنم که نه اصلا جدی نیستم. امیدوارم که هم سلیقه باشیم با خانم مؤمن و بتونیم برنده شیم، هرچند که من هیچ وقت توی مسابقات به برنده شدن فکر نمیکنم. سلام، خوش اومدید. سلام خانم اوتادی، قربون شما، خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های محترمتون. شما هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام بینندگان خدمت. خانم اوتادی، ما داشتیم با خانم مؤمن صحبت می‌کردیم پشت صحنه. خیلی این صحبت بین همکارا هست که یوسف تیموری روال مسابقه رو با شوخیاش به هم می‌ریزه. حالا هر مسابقه ای اخیراً که شرکت کردم. اتفاقا ما اومدیم اینجا که الان یک مسابقه رو به صورت خیلی جدی برگزار کنیم و در خدمت شما هستم. می‌خوام این صحبت‌ها بین بره. ببینیم و تعریف کنیم. بفرمایید. چون نمیاد آقا تیموری. من دارم میام. ظاهراً زمین نمیاد، داره قدیمی می‌خواد. شروع شده. همین میتونست یه شوخی باشه که ما اینو چال می‌کنیم می‌ذاریم اینجا و می‌ریم تو برنامه که مسابقه جدی بشه. خب خیلی خوش آمدین. روال برنامه رو خدمتتون بگم که ما چالش‌های مختلفی داریم، شما شرکت می‌کنید، امتیاز کسب می‌کنید، از غرفه‌ها خرید می‌کنید لوازم خانگی رو و با اونها چیدمانی رو طبق سلیقه خودتون انجام میدین و البته باید تمام تلاشتون رو بکنید بهترین امتیازها رو کسب بکنید. داورا و مخاطبین در منزل به شما امتیاز میدیم به اضافه 500 امتیاز که در بعد به ورود به شما تعلق میگیره، میتونید هر وقت لازم بود ازش استفاده بکنید. بله شما متوجه شدید؟ بله، حتی ما میتونیم خود ناخودآگاهمون هم از بیرون نظر بدیم، ولی حالا شاید دیده نشه. خود ناخودآگاهتون مگه موبایل داره که میتونه نظر بده؟ مثلا بتونید از بیرون یعنی مردم بفهمه. هر موقع من اومدم که یه جدی مسابقه ای رو نه نور رو ببخش قسمت اول یه ذره از این اتفاقات میفته. ببین خب دیگه بچه ها نور رفت، چی کار کنیم؟ ادامه بدیم؟ اتفاقا خیلی خوب، من خیلی جدی داشتم پیش میدم. مسابقه تموم شد بچه ها.
خاله بگو به شوهر خاله چیده ما نیرن دره او او دره او دره دره خاله بگو به شوهر خاله چیده ما نیرن دره چیده ما نیرن دره او دره دره دوری مخفیه؟ کی هستی شما؟ چی کار میکنی اینجا؟ نشناختین منو؟ باید بشناسم؟ اصلا تو کنداکتور نبودی؟ بنده آویدون هستم و اینم بچه های بندم بندم بند... یه لحظه ببخش بمیدون دوریش بگی خدمتون عرض کنم که بنده مثل خود شما بازیگر حرفه‌ای و خواننده هستم و با متو تک اکتین کار میکنم. من دیدم که از سلبریتی‌ها دعوت کردید، خیلی مخلصیم. این شد که اومدم تشریف آوردم که برنامه رو جذاب کنیم. در ضمن من علاقه بسیار زیادی به شما به کارهای شما دارم. خندید خندید دیدی خاله لیل اوتاده من تو سره وای کارگردان خفه خفه نه کارگردان که حالا نیازی نیست یکی نیست جواب منو بده اینجا ماشینو پیداش کردم گیرش آوردم برو بعد حسابی ماشینو کجا مردی ماشین صحنه رو برای چی مردی یعنی چی ماشین منو میخوام برای یه فیلمی ما داریم چیز ما این کوچه پشتی داریم فیلم برداری میکنی اینو بیا این ماشین برو بده بیاد چی رو بیا بده بیاد بابا عینکو عینکم میخوان ما یه فیلمی گفتم که من خودم هم نقش اصلیشو بده چی دیگه برو بده همه رو دادم خودتو بده میارم پنج دقیقه جزو نقشمه من چون عصبی بازی میکنم برو عزیزم ببین نیاری من میدونم تو برو هست حل میبینین دیگه ما هنرمنده همین جوری دیگه وسایل شخصیمونو میدیم برای بازی و اینا اینا هم دوست دارن دیگه علاقه دارن چرا باید یه هنرمند وسایل شخصیشو بده به کسی خانم شما دیگه نگین ما برندیم دیگه برند مثلا شما الان مثلا پرفیوم ندارین پرفیوم اوتادی یا لیلا پرفیوم یا آقا برو دنبال کارت کلی ما رو عقب انداختی برو نه یه چیزی من فقط جسارتم بپرسم من تو ویکی‌پدیا هم سرچ کردم این شوهر نکردید شما چرا دیگه داری سوال اضافه میکنی یا نه چاسه خانم اوتادی خانم اوتادی هم اوتادی لیلا جان من نمیدونم که چه خبره به خدا آقا من چقدر خوشحال و مسرورم از اینکه شما رو نزدیک میبینم چقدر فورکی خانم مامر خوبید شما خیلی خوشحال آقای محترم میری یا بگم بیام ببرمت من محترم نیستم بنده آویدون محترم آقای آویدون اصلا آویدون و آویزون شما هرچی دوست دارین بگین آویدون نمیری نه آویدون یعنی چی خیلی سوال قشنگی بود ببینید من موقعی که پا به این جهان گشودم پدرم اصرار داشتن اسم من فریدون باشه مادرم گفت آوید اینا به هم نساختن شد آویدون خانم اوتادی بذار اینجا باشن چهره داره من تضمین میکنم اتفاقا ببین چهرهامونم جدیه این مسابقه خیلی جدی پیش میره اگه اینشون باشن منم قول میدم که بی شوخی توی چه هنرمند فهیم واقعا ساقدوش ما میسین من نمیدونم امروز ضبط اولمون اصلا چه اتفاقی داره میفته یکی هم نیست به من جواب بده اینجا سوالی بپرسم رفتم مزاحم برنامه عزیز شما هم نمیشم هستین که نه هنوز برنامه دارین ما هستیم بله هستیم بله خدا رو شما باشین یک ماه که هستیم یک ماه که ما یه روزیم ولی خب حالا باشین شما دو ماه که هستید بله هستیم میری یا نه خدا رو شکر چون همسایه‌مون ما اینجا فیلم سینمایی بازی میکنیم یوسف شما من خودم نقش اصلی کارو قبول کردم خیلی رول سختیه این گریمی هم که میبینیم برای همونه در واقع نه دارم میرم واقعا الان دارم میرم یه سوال دیگه من به من تو ویکی‌پدیا ایشون چک کردم IMDb شون هم دیدم IMDb
پایم ده. هم همسر ایدالشون رو ننوشته بودن اصلا. پر کنین، شاید یکی بار دوست داشته باشه بدونه، ولی حالا کاری به این نداریم. من اینطور که استنباط کردم از جینگولک بازی اصلا خوشش نمیاد. خیلی خوبا سنتی پسنده. بله خانم اوتادی، حالا اجازه بدین باشم. اگه ایشون باشن ببین، من نگاهم به مسابقه جدیه، ایشون هم ظاهرا نگاهشون به شما جدیه. ببخشید چقدر هنرمند، چقدر ریزبین. یعنی این من البته درشتم دیگه، اینو اگه شما نبینین که دیگه میرم، من میرم اصلا. آقای طایفه بود، آقای طایفه با کارگردان ما داشت صحبت میکرد، من برم رولمو باید بازی کنم. میام میبینم. ما اینجاییم. خیلی جیگری. من واقعا معذرت میخوام. ولی ببینید پس از من نخواهید که من جنی خود اصلا. ببین من اومدم یک استارت بزنم جدی مسابقه رو شروع کنیم. خودتون مشکل داشتین دیگه. البته که ایشون مشکل نبود، ماشاءالله هنرمند بود. بله بسیار هنرمند. لذت ببین صبر کنیم، وقت کمه بچه‌ها. بریم یک وله آشنایی با داورها رو ببینیم و برمیگردیم. صمد سلیمانزاده یکی از سازندگان قدر پروژه‌های ساختمانی که برخلاف ظاهر سختگیرش خیلی با شرکت کننده ها مهربون. فقط وقتی که از انتخابای شرکت کننده ها خوشش نیاد، امتیاز گرفتن ازش میتونه خیلی سخت باشه. سروناز شریفی مهندس معمار با تجربه که توی کارش خیلی جدیه. شرکت کننده ها باید حواسشون جمع باشه که بتونن با انتخاباشون نظر خانم مهندس رو جلب کنن. بهار زیا یه طراح داخلی کاربلد که همیشه یه لبخند روی لبش داره. توی داوری هم خیلی نکته بینه و به جزئیات بیشتر توجه. خیلی خوب، بریم یه سلامی هم خدمت داورای محترم عرض کنیم. سلام. سلام میکنم. سلام. یوسف عزیز بفهم. و خانم مومن، امیدوارم که یک اتفاق خیلی درست و درمون، شگرف، هیجان انگیز توی برنامه اول چیدمانه با حضور دوتا مهمون عزیزمون بیفته. سلام عرض میکنم خانم اعتادی، شرکت کنندگان محترم. منم سلام عرض میکنم خدمت مجری عزیزمون خانم اعتادی. منم همینطور سلام عرض میکنم خدمت خانم اعتادی و شرکت کنندگان عزیز. داورای ما جای مردم به شما امتیاز میدن، یعنی حتی امتیازات خوانندگی، چالش‌های دیگه توسط اینها. درست کارشناس این بخش ناراحت نشید من دارم نرز بگم، کارشناس این بخش نیستن، ولی مردم هم کارشناس همه امور که نیستن. برای بخش چیدمانه خب دوستان عزیز من بسیار تخصصی، اونطوری که اصلا بنده هیچ رقم توش تخصصی ندارم، امتیازات دل من این حرفش موافق. اما امتیازات چالش ها توسط این دوستان برای خرید شما تقدیم میشه. امیدوارم که بهتون خیلی رحم نکنن. خیلی هم عالی. خب رسیدیم به اولین چالش برنامه چیدمانه. چالش بافتنی بسیار جذاب، 500 امتیاز داره. یک بار آقا جمله سازی میکنن و یک بار خانوم. بریم ببینیم چه میکنن. با هم بریم جعبه ها رو ببینید و انتخاب بفرمایید. الان کی باید انتخاب کنه؟ ببخشید، من یا شما؟ خب باشه، بزنیم 10-20-40 میندازیم. هر کس که 100 آورد نفر مقابلش میگه. 10-20-40-50-60. اون که تقلبی اینجا صورت گرفته اشکال نداره، من میگم. بفرمایید. جعبه شماره 2. 2. جعبه شماره 2 رو انتخاب کردن. عالی بود انتخابتون. خب. کلمه‌ها بد باشه آقای. چالش بافتن. این بار شرکت کننده هامون باید با کلمات داستان ببافن. توی این چالش 500 امتیازی مجری برنامه یک کلمه رو اعلام میکنه و مهمونای برنامه با توجه به معنی اون کلمه داستانی رو شروع میکنه و تا شنیدن کلمه دوم اون رو ادامه میده. با ورود کلمه دوم داستان رو به سمت و سوی کلمه جدید میبرن و همینطور ادامه میدن تا کلمات به پایان برسه و داستانشون رو به سرانجام برسونه. بله بفهم. عکس یوهویی. عکس یوهویی. یک بار یکی میخواست عکس یوهویی بگیره، یوهویی هول شد توی عکس افتاد. وقتی که افتاد فاصله که لیتوانی. تو کشور لیتوانی افتاد با فاصله که اینجا افتاد فرق میاد. توی لیتوانی وقتی افتاد مثلا 100 طبقه رو افتاد، ولی اینجا که افتاد گفت گراهامبل. بعد گراهامبلم که خودش اصلا و وقتی می‌خواستم چون گرامبل می‌خواست برق اختراع کنه، هول شد تلفن رو اختراع کرد. به خاطر همین ادیسون کار اون رو تکرار نکرد. طوفان فکری.
طوفان فکری این وسط دا افتاد و خلاصه دیگه هر کی اله هول شدن بود دیگه اومد اون وسط و اصلا یه سری چیزا همه عکس مکس گرفتن یه هویو خدای گرامبل آقا ولش کن اصلا من نمیخواد من بذار صدا بردار صدا بردار که همه اینا رو داشت ضبط میکرد اون بدتر همه هول شد با بوم افتاد ببخشید صدا بردار صفر امتیاز واقعا مرسی آقای تیمور بریم سراغ شما تا برنامه رو با هم نریختین اسفند تو آتیش من از وقتی که فهمیدم قراره تو این مسابقه با آقای تیموری هم تیمی بشم این اسفند رو آتیش مرداب بعد اومدم اینجا عین این آدمایی که میافتن تو مرداب دست و پا میزنن هر چی بیشتر دست و پا زدن بدتر رفتن سورهان بعد دیگه فهمیدم مریم مومن خیلی باهوشه دقیقاً خیلی همچین چیزی اصلا طبیعیه ممکنه بعد اینا رو که بعد اینا رو که آقای تیموری شنیدم منو آنفالو کردن ناراحت شدم والا چیدمانه بعد قرار شد بیایم چیدمانه که با هم چیدمان به دادمان من قراره بگم بعدیم چیدمانه که با هم یه مسابقه بدیم حالا الان جفتمون این حیوان خونگی این حیوان من این کلمات انتخاب نکردم ببخشید من اومدیم اینجا دیدیم که به جای اینکه بیایم مبل و وسایل اینا چیدمان کنیم حیوان خانگی قراره چیدمان کنه اصلا باورمون نمیشد عجیبه حیوان خانگی خانم مگه چیدمان ما چیدمان میگیم من براش قلادم گرفتم برای یه مورچه خیلی کوچیک بود منم یه مگس مرسی مرسی بنزه کافی جمع سازی کردید بافتنی رو بافتید ممنون خب بریم امتیاز بخش بافتنی رو ببینیم و آماده بشید برای خریداتون خیلی ممنونم خیلی رحم کردن به یوسف تیموری 350 امتیاز خب حالا برای اینکه دلشون میسوزه میخوان خرید کنن بریم ببینیم چی خرید ان شاءالله انتخاباشون خوب باشه از این بخش 350 امتیاز کسب کردیم 500 امتیاز هدیه اولیه برنامه رو هم در اختیار دارید مجموعاً 850 امتیاز و بریم برای خرید اولیه بفرمایید پارکت و کفپوش رو میتونید از اینجا انتخاب بفرمایید پارکت همش پارکته کدوم رنگ کفپوش بله رنگ من خیلی دوست داشتم رنگ پخش قهوه‌ای کرم باشه ولی الان همون کرم همون وسطیه رنگ دو شماره دو بریم برای انتخاب کاغذ دیواری رنگ یک وسطه قطعا دو خب کابینت ها رو مشاهده میکنین دو رنگ و سه رنگ این هر کدومی که دوست دارید انتخاب بکنید من خیلی دوست دارم یک رنگ که از رنگ از شماره یک توی رنگ دو هم هست باشه پس شماره دو رو انتخاب میکنم رنگ سفیده با اون دو رنگ من نفهمیدم هر سه شب هست کرمه رنگ پوست فقط دو رو فهمیدم من متوجه بعدا ترجمه کنم مرسی خیلی خوب خریدار رو انجام دادین بریم تو چیدمان منزل ببینیم کجا استفاده شما بگینم مرسی بابا بفرم من فکر میکنم که کاغذ دیواری سبز رو بزنیم اتاق اون یکی سفید راه راه بود درسته؟ بله اون پذیرایی میشه قطعا با همه چیم ستش راحت تره آقای تیموری میخوان یه چیزی هم شما بگیم؟ کف پوش که انتخاب نکردیم انتخاب کردین آقا پارکت نه پارکت انتخاب کردیم خب کف پوش فرق میکنه کف پوش چون همین شما نبین کف پوش کف بیاد روش یعنی که بخواید چیکی زمان شستشو برخص خانوم ها میدونه این برحال یک جایی لنگی میزنه کار چه رنگی آقای تیموری؟ توستی یا کره؟ کرمه رنگ پوست که به اون کابینت سفید ها بیاد خب بریم برای مرحله بعدی و انتخاب جعبه یه چالش بفرمایید بذار اجازه بدین یه لحظه بایستیم ببینیم که کدوم انتخاب کنیم در بیستی چه کنیم نه ست مطمئنم این تقلیب صورت بیتی شما دفعه قبل یه شکل دیگه بود نه خوبه که رعایت میکنه اعتدال بفرم یک چه عجب خانم همه دو 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 هر دفعه به به موتور بیار موتور سواری که تالا نکرد چرا؟
چالش وی آر یا واقعیت مجازی. توی این چالش 300 امتیازی مهمونه ی برنامه بر اساس انتخاب شانسی جعبه های بازی با زدن اینک سه‌بعدی به چشمشون وارد بازی میشن و باید به تناسب هر بازی امتیازات لازم رو کسب کنن و بازی رو به پایان برسونن. توی این بخش شانس توی سختی یا سادگی و همچنین هیجان و ترس بازی تأثیر مستقیم داره. خب این چالشمون 300 امتیاز داره و مخصوص شرکت کننده خانومه. بفرمایید. نه چیزی نیست. بچه آوردنتون طبیعت لذت ببرین. شما سعی کن تو جاده باشی نیفتی. خانم معتادی واقعا سخته، این موتورسواری واقعی نیست. حالا تلاشتو بکن. هر دفعه که میفتیم و بازی برمیگرده به عقب 10 امتیاز کم میشه. مرسی. دیگه خراب شد. یعنی اگر مریم مومن تو خیابونای تهران اینجوری رانندگی کنه روزی سه بار میره بیمارستان. میخوام موتور رو روشن کنم کلن حرکت کنه. بچه من شما رو میخوام با در و دیوار آشنا کنم. روشن نیست اینجوری داره میره. روشن بشه به نظرم خسارت موتور رو میدم. بچه من چشم بسته از صورته. چی شد؟ خیلی هم پرشی داره حرکت میکنه. خیلی هم عالی، زمان این بخش به پایان رسید. تا اتاق داوری امتیازها رو به ما اعلام میکنن، آقای تیموری این گوی و این میدان بفرمایید امتحان. به من خواهشان از این حداقل من 5 تا فیلم با خود شما داشتم که احتمال 5 تا 6 با همه همکارامون میدونن که حداقل با موتور چه کارایی کردم که خود جاده های ما ندیدیم. از این چیزا واقعا ندیدیم. نه نه ما ندیدیم. بعد نشونه اون. باشه روشن کنیم بیاین پایین. به نظرم ترسیده آقای تیموری. نه من بترسم خانم میگم یه حرکت هیجانی دیوار وحشت نمیتونیم اجرا کنیم. بچه‌ها من جدی دارم بالا میارم. حالا کجاش هیجان بده؟ جدی میگی؟ آره. اوه اوه چیزی نداره این. زین. خانم رفت. متاسفانه این بازی برای بعضی سرگیجه هم میاره. ما مطلع نبودیم. بریم ببینیم چی شد و آماده شیم برای انتخابای مرحله بعدی. خیلی خوب بود. جمع امتیازاتی که از داوران محترم دریافت کردم 220 امتیازه که نمیتونم بگم کوفتشون بشه، ولی خب برای خرید بالاخره بد نیست. برم خرید. برادر محترم جان، کی بهت اجازه داده بیای اینجا بشینی؟ مگه نمیان همه اومده؟ اینجا جای مهمونای برنامه است. خب من ویژه برنامه. چی بپرسم؟ یعنی که از کجا شروع کردم؟ از کجا شروع کردی؟ همینجا. خب الان چی میخوای اینجا؟ لیلای من دوست دارم، میدونی که این کار دله گناه من نیست. این لبخنده رو لبت معنی خاصی داره؟ موفقیت. الان دقیقا به چه موفقیتی رسیدی؟ موفقیت های کوچولو. همینه که شما فکر میکنید موفقیت نیست، در حالی که موفقیت هست، یعنی از دید من هست. کار اصلی چیه؟ من میخونم. پس خواننده ای؟ بازیگری هم. بازیگری؟ نویسندگی میکنم. سرمایه گذاری. چه کاری رو تخصصی انجام میدی؟ این کالا رو نداری که
خیلی خوب، میریم برای انتخاب پنجره. دولت و سلت داریم. شما حالتون خوب شد؟ شما هرس ندی بهتر میشن. نه اگه میگم برای مرحله قبلی حالتون میذاره، بعد سر تو اینجا بگیریم بیرون یه هوا بخوریم. خدا صبرتون بده. واقعا نجات پیدا کردی آقای تیموری، بیا بالا. اسیر شدیم ما. خب انتخابتون؟ بله همینه. که بتونی راحت خودتو بندازی کنی. بله. اوکی. پس دولت رو انتخاب کردیم. فهمید؟ بعد از انتخاب پنجره میریم برای انتخاب پرده های خونه. خب پرده شماره 1، 2 یا 3؟ یک. من میگم پرده 4. این پرده خود این ویدیو بال، این پرده که زدن یکی مناسبه. شما فکر میکنید ما میبریم؟ امیدوارم. پرده شماره 1. مرسی. خیلی خوب، در ادامه برای اینکه بیش از این دعواتون نشه، روی تبلت برامون مشخص کنید چیدمانا به چه صورت باشه و کجا قرار بگیره. بچه‌ها طبق همون برزون انجام میدن. یه استراحت کوتاه بکنیم ببینیم که آماده هستید برای یه ذره ترس و کابوس اینا یا نه. نمیترسید؟ چرا؟ مرحله بعدیه؟ حالا من سوال دارم. میترسی؟ ترسوی آقای تیموری؟ از این به بعد آقای تیموری رو ببینم جیغ میزنم فرار میکنم. خانم اگه سوسک دیدید؟ رنگ سوسکی هم خوبه توی این چیدمانمون. رنگ سوسکی نه فرق نکنین کارا آقای تیموری. به من بدین لطفاً. مرحله بعدیمون چی هست؟ استراحت. یه استراحت کوتاه داشته باشید. برای اولین بار چالش مخمصه رو با هم ببینیم. امیدوارم که مثل ما که دل تو دلمون نیست ببینیم چطور عذاب در میاد، شما هم هیجان داشته باشیم براش و بچه هم خوب از پسش بر بیان. بریم با هم تماشا کنیم. بفرمایید. نه نه خواهش می‌کنم، بفرمایید. ببخشید. خیلی ممنونم. متشکرم. ببخشید ما مزاحم شما هم شدیم. بفرمایید. کجا بشینید؟ بفرمایید. خانواده تشریف ندارم. آهان. شما از بچه گروه هستید. فکر کنم اومدید خونه شید. برقا رفت. همه چی از یه عروسک ساده شروع شد. چند وقتی دارم کابوسای عجیب میبینم. از بچگیم، از زمانی که دختر بچه بودم، اون موقع ها یادم ساعت 3 هر شب یه صداهایی میشنیدم. انگار یه چیزی سر جاش نبود. اما این چند شبه هر شب کابوسا دارن سراغم میان. از طریق این آیتم من اون خونه رو کابوسامو براتون شبیه سازی کردم. مجبور شدم شما رو بیارم اینجا تا دلیل کابوسای هر شب من رو پیدا کنید. کاری کنید از این مخمصه که توش گیر افتادم راحت بشم. به مخمصه یه چیدمانه خوش اومدید. نفتا واقعا جدیه. اوه به خدا تو بینه. آقا تیمون تو رو خدا نریم میترسن. بیان خانم نترسی. نه میدونم همه اینا دور. ببخشید. چالش اول، پیدا کردن اولین تکه پازل از جعبه روی میز و تنظیم ساعت بر روی ساعت 3 و کشف عکس مخفی شده. خب ما الان باید چی کار کنیم؟ نمیدونم، گفت پای چپ عروسک. یعنی چی؟ من با اجازه تو اینو باز کردم. تو هم ببینم؟
چیه؟ تیکه اول پازل رو بالاخره پیدا کردن. سه صبح. یه لحظه بایستیم. آها بس ساعتی بذاریم رو سه. سه؟ نه 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 یه لحظه صبر کنیم. سه صبح. خب دیدی گفتم؟ یا اول باز این چیه؟ این دوتا رو شمدون رو من اینجا دیدم. آها این برگاه من نه که خیره بیاید اینجا رو ببینیم با هم. ببینید این دوتا شمدون هاست که اوناهاش. چالش دوم، تکمیل معمای میز قدیمی با جا نمایی شمدانی ها و به دست آوردن تکه دوم پازل و همچنین به دست آوردن رمز تلویزیون از طریق آینه. اوناهاش. خب اینجا ببینید این دوتا شمدون هست، یک کاغذی ما باید پیدا کنیم، یعنی اگه ما اینو بذاریم وسط اینا جلوی این پرده هست. یه لحظه. آها این میز. بیارید اینجا. این میز. آها اینجا این شمدون. اینم بذارید اینجا. خب حالا این بذارید. آها گفتم یه چیزا اینجا. آهان کاش خود اون کودک اینجا بود ازش میپرسیدی. گیر داده به کودک. یه هم اونجا داری؟ شما نزدیکش. آینه 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 اینا رمز کده. ببخش یعنی چی؟ آینه؟ آینه چی؟ برای نمیشه خون ترسید؟ یوسف هم بالاخره ترسید. خب نه 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 تیوی 5 10 ال یه دقیقه اینا که رنگاش برداره. تیوی 5 ال 10. از اینجا که دارم میرم یکی مکسره دونه بابا چرا؟ ببخشید. خود اون کودکه تخت پاش هست. تخت پاش داره گریه میکنه. صدای خود خانم اوتادینی فکر کنم تهیه کننده چکش رو نداده. داره گریه میکنه. تیوی ال 5 تا. یعنی اینا رو ما باید پیدا کنیم. آینه را بر روی تلویزیون. بابا یکی بچه رو ساکت کنه خانم. شما شنیدی چی گفت؟ خانم مهمری به همسایه بگیم بچه‌ش رو ساکت. نه شما شنیدین همه چی گفت چیه تلویزیون؟ ببینید این تیوی نه 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 چرا ببینید. شما ببینید این یا ده یا پنج ببینید آها این رو خدا به دادمون برسه اون تلویزیون رو نشکونه یوسف. من فهمیدم. آیدم چی رو فهمیدیم دقیقا؟ چیفی 5 ال 10. خب الان یه چیزی دوباره اینجاست. چراغ اینجا رو. چالش سوم، کشف رمز صندوق کتابخانه بر اساس چیدمان کتاب ها برای به دست آوردن تکیه سوم پازل و کتابچه اتاق شطرنج. چراغ اونجا روشن شد. کلید دستمه. وای من نمیرم شما بفرمایید داخل من همینجا مواظبتونم.
آقای تیموری بفرمایید، خواهش میکنم. بفرم کمرتون. این کلید نیست. چرا همین؟ یا شاید خواهد. یا شاید اونوری باز میشه. یا خدا چیکار داری؟ بای بای به خدا الان میشکونه. باز شو باز شو. خب چرا اینجا یه کلید اینجا. نه کن نه. خب آقا ما فقط اینو باز کنیم. یا خدا تیموری باز کردم نمیای نه. چجوری اینو بزنید؟ بدید بدید خانم. اینو بزنید. ببینید باز شد. مطمئنین درست زدید؟ آره. ببینید با خود همین کلیده ما نمیشه. نه آقای تیموری که وصلید. باشه خب شیش خانم بیرون بوده. خب شیشم زده بودید؟ نه من نزد. بفرمایید یه کله بریده اینجاست که تقدیم. خب یعنی اینا رو باید برداریم. اونا هم اینایی که تو مابین جمع شمدونی بود. خانه خانم اینجا بفرمایید. خیلی خوب. شما بفرمایید من میام پسر. خب این در قفل کنید. بعدن این کودک در نهید بگه چیزی برداشتین اینجا کم کردید. خانم مامن. بله. وای. ببخشید. خب اینو بذارید اینجا. مرسی واقعا. خواهش می‌کنم. خب گفتم من همونجا هم خدمتتون عرض کردم که شما اگه اجازه بدین. خب بفرمایید. ما هنوز یک تیکه دیگه داریم. چالش چهارم، پیدا کردن تکه آخر پازل از داخل کابینت ها و تکمیل و جانمایی تکه پازل ها برای اجازه ورود به طبقه بالا. خب اون تیکه چون این چراغ اینجا ها روشنه، یعنی اینجا به نظرتون مستراحه؟ نه نه نه، در اینجا رو باز کنید. در اینجا ها رو باز کنید. اون کودک کجا میره مستراحه؟ اینجا ها نیست. وای یا اول فست. آها ما قرار بود یه برنامه بیام. اونه یه تیکش اونها. وای وای این بیا بالا. بیا بالا خانم مامه. بیا بالا الان وقتی شوخینی. بیا بالا دیگه داره عصبانی میشه یوسف. بعد هم تیمی چرا خوردی؟ چرا من با ابا شما هم تیم شدم؟ یه چیزی عروسک تو اینه؟ آقای تیمی یه چی داره میاد؟ این کالا رو نداره که. آقای تیموری تو رو خدا برو. سایه‌مو دیدم فکر کنم دارم زدم. آه چرا آقای اینجا دوباره روشن شد؟
پنج. چالش پنجم، حل معمای مجسمه ها برای باز شدن در یخچال با کشف رمز شعر و حل معمای اتاق شطرنج. پنج. شرقی ترین گریان، چشمان گریان. آه. چشمان گریان شرقی. شرق آره ایشت داره گریه میکنه، داد میزنه. آها مجسمه سمت راست نمره داره دیگه، به شرقی ترین چشمان داره. راستی به ازای هر یک راهنمایی که از ما بگیرن 50 امتیاز از دست میدن. متاسفیم. خاطراتت بالاترین دستاورد. یه جایی با بریم داخل. بفرمایدیم بفرمایدیم برای تو سفر خوشی آرزو میکنم. خونه های شطرنجی و هر کدومو یه دونه یه دونه به سمت چپ خودت برو. یه دون به سمت چپ خودت. یه خونه مشکی میشه. خب یه دونه برو جلو. خب یه دونه دیگه هم برو جلو. به خدا ترسو نشون نمیده. خب الان پای چپم. نه 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 نه. یه دونه یه دونه جفا جفا باید توی یه دونه باشه. یعنی آها بیا دیدم فهمیدم اینجوری شد درسته؟ آقای تیموری. آقای تیموری بگردم. بچه ها افتاد خانم اجازه درب خروج. بچه ها چیزیش نشه. شما دیگه نمیتونی بیه پایی. خانم اینجا نمیدونی چه صحنه هایه. چالش ششو، میهمان ها از هم جدا می شوند و در ادامه برای پیدا کردن عروسک و راه خروج با هم همکاری کرده و معماهای باقی مانده را حل می کنند. آقا تیموری درد بخونه. برو اون عددی رو که روی قاب عکس نوشته رو بخون، حفظ کن، برگرد بیاد. خانم مومن. بله. اتفاقی افتاد برات؟ برم کتابخونه چیکار کن؟ خوندی؟ خانم مومن. دیگه 2019 آقای تیموری. بله بله 2019 صرف 912 خانوم. آقای تیموری بله 2019. آها بله بله چشم. صفر داشت بیه کمک بیه کمک بیای کمک. شیش تو نصفه باز شد. آقا نمیخواد اصلا باز شه. دید که برق دیگه ایمد از تو این در بیاد. وای وای مامان. آقا تیموری تو را خدا بس کن. بلش کن، من خودم تو وضعیت خیلی بدتری هم. بابا آه مامان. خانم بدون این که قف بدون درد رمز آخر در طبقه یه بالاست. خانم مامان خانم اعتادی این کله مال این بدن بودا. به طبقه بالا بروید. خانم مومن اینجایی؟ آره. آقای تیموری. آقای تیموری. بله. لیون. لیون L I O N. آها لیون. نه ترسید. ا
بیا بیرون. ای چقدر آشناست خانم مومن. بله من یه عروسک آشنا اینجا پیدا کردم. خب بیارین دیگه. از همین پله بعد بیارم. آره خانم مومن، چراغ راهنماییتون میکنه آقای تیموری. درسته خانم، اون کودک اینجاست، پیداش کردم. من با سختی این کودک برای شما پیدا کردم آقای تیموری. خیلی خوب، بازی تموم شد. مهیج‌تر از اونی بود که تصورشو داشتم و امیدوارم که بچه حالشون خوب باشه. بریم هم امتیازات رو ببینیم هم ببینیم حالشون چطوره. بریم. چی میبینی چی دمانه؟ کجا میری چی دمانه؟ با کی میری با بچه ها؟ خب بفرمایید با امتیازی که به دست آوردین لوازم خانگی خرید کنیم. گاز که میخوایم، اینم که میخوایم. اود 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 بود 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 نبودم که خیلی واجب نیست، به اضافه این دوتا همین. شما انتخاب چرا همکاری نمی کنی؟ خیلی دوستشم بعد از اون یه بار همکاری این دومی همکاریمون بشه توی گروه. اسید ندارید من بخورم؟ بفرمایید برای غرفه لوازم خانگی. کی موقع از شما خود میگین یه دفعه یه چیزی رو شستم گذاشتم کنار، حالا یه دفعه با این همه شوینده مواجهید. من به احترام این که شما اونجا ایستادین این ستا رو. همین ستا رو؟ آره. تلویزیون هم هست البته. به نظرم تکمیل دیگه چیزی دیگه احتیاج نداری. روشنایی منزل رو انتخاب بکنید. من تا نشسته انتخاب کنم. این خوبه. برای کجا؟ این برای همینجا. برای این برای خونه. این برای پذیرایی. خب پس اینم اتاق خواب. که ست باشه با هم. و یه دونه هم چراغ قوه که اگه برق نرفت. مبارکتونه. بفرمایید. خانم معتادی، واقعا قرعه‌کشی بود؟ یا قصدتون آزار و اذیت من بود؟ واقعا بخونم من؟ ای باید بخونم خانم معتادی. تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من، تو بودی سنگ. خب این بخش مورد علاقه منه تو مسابقه و همه مسابقات البته. سوال میکنم بعد راستشو جواب. سوالتون حسیه؟ مثلا مثل این که تو نگاه کنی بگین تا حالا تو زندگی وارد شدی مثلا به مرحله بعد. آقای تیموری بله، حواستو جمع کن، راستشو باید جواب بدی. اگه بتونی با سه نفر بریم مریخ، اون سه نفر کیان؟ سری زود تا سری. بیژن بنفشه‌خا. یک دو. بیژن فامیلی بنفشه‌خا. آقا تو باشه، سه تا اسم باید باشه بریم. من سه تا بلیط میگیرم چه یکیشو، چون اگه سر کار باشه اون یکیشو بتونه بیاد. خب دیگه، خب بازم خود بیژن. سه دفعه که نمیتونی بریم مریخ، یه دفعه من. میتونی بری، سه نفر رو باید ببری. خب بیژن رو با خودم میبرم. بیژن سه تا که نیست که، دو تای دیگه کیان؟ خب دو تای دیگه رضا شفیعی جان. نه یکی دیگه هم باید بگی. یه جا اضافه بزنیم. شاید اونور با یکی برگشتیم، پر برگشتیم. شاید تو نیم بود. شاید یکی اونور بخواد بیاد این بر. یعنی هیچ کس دیگه به جز این دوتا تو دوستات نیستن که دوستشون داشته باشی؟ دروغ بهتون نگم. بگم با کی؟ بستش. احسان روزمعانی. احسان میبرم که سفرمون یه جدی ورزشی شه. البته خودش هم خیلی شوخه. نسانه که میشتسیم. بله. امیدوارم پس بهتون خوش بگذره. شما چهار تا مریخ. خیلی خوش بگذره. رضا رو ولی نمیبریم. تصمیم عوض شد. چرا؟ خودش الان زنگ زد کنسل کرد. حال نداره. کیو میخوایم ببری به جاش؟ بیژن و اگر بشه که پدر گرامیشون غلام رضا بنفشه. خیلی خوش بگذره. سفر خانوادگیش. خب سوال بعد از شما. آماده این؟ بفهمید. عجیب ترین کاری که تا حالا کردی و ازش پول در آوردی؟ میشه من بیژن جوابش حتی ارتفاع بده؟ عجیب ترین کاری که تا الان کردم ازش پول در آوردم، جلو دوربین گریه کردم، بازی گریه کردم، پول در آوردم. من قانع شدم با جوابش. و بریم سراغ بعد. بله. سه تا کاری که مجبوری هر روز انجام بدی.
مجبوری به بیژن زنگ بزنم؟ خب مجبورم. خب بیژن نقطه یک زندگیش عکس بفرسته، عکس ها رو سیف کنم و ادیت کنم براش بفرستم. از هم کارهای دیگه بسید کار مجبورم، یعنی در واقع خود بیژنم راضی نیست به رفاقتی انجام بله دوست نداره. خب خیلی هم عالی. به بیژن بعد وقت گیر داده. اگر بتونی به خود چند سال پیشت یه جمله رو بگی، چه جمله؟ بگو چند سال بعد میبینم. چند سال بعد میبینم. این خط این نشون براش خط آقای تیموری انقدر ساده نباش. آفرین قانع شد. ببین تو یه کلمه میگه ولی ساده یاد بگیر. ولی من میگم من اگر بودم سکوت میکردم که اون چند سال قبلا به من بگه ماشاءالله بزرگ شد. آقای تیموری بفرمایید خنده دارترین اسمی که برای یکی از مخاطبین گوشیتون گذاشتین. خود بیژن بیژ به اضافه بیژن که گذاشتم که حالا خود ولی واقعا خنده دارترینش گذاشته بودم کارت ملی، یعنی نمیدونم چرا گذاشته بودم. بعد من خب یکی از نزدیکانم هم که حالا خب جمع خانواده اینا بودن خیلی حساس شد این قضیه، گفت آهان کارت ملیتون بهت زنگ میزنه میخواد ببینه که شما را شنده یا که اصلا سر همون خیلی جلوس شد. کی بود اون که جلوس کارت ملی؟ حالا شناسام هم بود یه رده بالاتر برده بودمش کارت ملی زده بودم خودش حال کنه وقتی میبینه شما را شناسام هم بود. حالا بلش کنید دیگه گفت. اون که گیر میداد کی بود؟ اون چیز بودش، کارت راهنمایی راننده. نظرتون چیه؟ ما کارت زیاد داریم. نظرتون چیه؟ ما انتخاب کنیم ببازیم با این سوالایی که میپرسن. نه خارو برای شما کارت این در واقع گواهی نامه من بود ببخش. آره شما به کارتاتون یه ذره برسید تا ما بریم سوال از خانم مومه. خب عجیب ترین شایعه‌ای که راجب خودت حالا شنید؟ عکس من و همسرم رو گذاشته بودن. نه ازدواج کردیم؟ نه عکس من و دایی رو گذاشته بودن، نوشته بودن مریم مومن و همسرش. یعنی عکس شما با دایی واقعی تو؟ نه دایی علکی. نه بعد زده بودن همسر. خب آخه بعضی واقعا نمی علاقه. خب مثلا خیلی از این عکس همین الان سرچ کنید. من همینو برای گواهی نامه هم داشتم توضیح میدم، گفتم بابا این کارت ملی شناسنامه بوده، همکار بودیم. ولی خب بیژن بنفشه خواهم اینا رو دیده بود. بیژن که بیژن مشکلی با کارتاتون نداره. بیژن تنها بیژنیه که وسطش یه به اضافه گذاشتن. واسه بیژن ببخش. بریم آقا. بریم برای بخش بعدی. ببینیم که چالش بعدی میشه. من میخوام ببازم. بعد کارت پایان خدمت هم باید همه رو زد چتک. چالش موسیقی. توی این چالش 500 امتیازی یکی از مهمونای برنامه باید نام خوانندگی آهنگی که به انتخاب خودشون از جعبه های این بخش بیرون میاد رو حدس بزن و مهمون دیگه اون ترانه رو با همراهی بند موسیقی برنامه به صورت زنده اجرا کنه. خب بریم چالش خوانندگی. چالش خوانندگی اینجوریه که نه کار خودمون رو بکنیم. داشتم چه عجب آقای تیموری. آقای تیموری ما یعنی همگی مسابقه از شیطنت. آقای تیموری اصلا به برد فکر میکنی شما؟ امتیاز داری یا اینجا؟ بیا بگیر 300 امتیاز رو. این اکتا رو بذار برای خوندنت. بیا من در خدمت. اگر اکت خوانندگی خوبی ارائه بدی 300 امتیاز داری. مثل همین اکت که الان گیج بودم نمیدونستم. بله مثلا یکیش این. واقعا بخونم من؟ باید بخونی دیگه. ما گفتیم باید چالش ها رو شرکت کنین. خب میتونی آخر... شرکت نکنین. خب چی باید بخونم؟ حالا بهتون میگم. خودتون انتخاب میکنین. 100 امتیاز باید متن آهنگ رو حفظ باشین. 100 امتیاز میمونه برای خانوم که باید حدس بزنن نام خواننده رو. خب من همین الان 300 امتیاز میدم میرم کنار. آقای بزدو بخشش نکنین جایزه. آقا خانم اجازه جایزه اصلی خیلی نفیسه. آقا بزدو بخشش نکنید. باشی تلاش. باش. نفیسه خاموش روشن. بریم انتخاب کنیم آهنگتونو. بله بفرمایید. جعبه یک، دو و یا سه؟ دو. بله جعبه شماره دو رو انتخاب کردن. بله بغض ترانه خواننده. بله اصلا فکر هم نکردم. آقایی که خب معلومه خب من جسارت نمی کنم کارو استادو بکنم. آهنگ بغض ترانه. بله رضا صادقی. کیه که نشناسه؟
تشخیص جاسور خوندنش خیلی سخته. خب ایشون هم که دیگه لو داد خواننده رو. من گفتم گفتن اول شما گفتم اول من گفتم امتیاز رو این شده جونم میخوام ببینمت نمیتونم بین ما دیوارای سنگی فاصله یک عمر میدونم بغض ترانم و شکستم میخوام بگم عاشقت هستم بین ناباوری خالی گذاشتی هر دو دستم تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لبهای بسته من تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لبهای بسته من. نه ولی جنس صداش دلنشینه. خیلی هم حفظی سما مرسی که اینجا رو ویدیو بال انداختی. امتیاز کم کنی. امیدوارم یه تیکر بتونم بکنم. نیمه شب از خوابم پا میشم نیستی پیشم باز دیوونه میشم دوری تو چه زد بریشم بیسی پیشم بی صدا از غم خالی میشم هم صدا فیلم من خونده حتا تو فیلم من خونده بابا واسه یه بازیگر به نظر من تیس از شب نمه غم بیسی پیشم تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لبهای بسته من تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لبهای بسته من. باز کلا به نفس آقای صادقی من که نفسم بند رو دارم. آقای صادقی استاد ببخشید اگه کار شما رو خیلی هم عالی. بعد خوندیم. ممنون از آقای تیموری برای اجازه. خودشون واقعا نمیشه. ولی واقعا بپذیرید هم که خیلی سعی کردم. شما نفستون خیلی زیاد. آقای تیموری مرسی. واقعا فکر نمی‌کردم. من خودم فکر نمی‌کردم. ولی بعدش که اینجا کمک کردن و نوشتن اینجا خیلی راحت‌تر شد. کجا نوشتن؟ من چون چند بیت اولش رو حفظ کردم. می‌ترسم خراب. اینجا رو ویدیو وان نوشتن. امتیاز کم. بله امتیاز کم میشه دیگه وقتی حفظ نیست. خب نه اینجا که ننوشته بودن. من اعلام کردم قبلش. نه شما کجا میبینیم اونجا رو؟ ما دیدیم شما نتونستید ادامه بدید. بچه‌ها ببخشید واقعا به افتخار خب خیلی ممنون. پس امتیاز ها رو تا شما چیز میگم ما بچه‌ها بریم و بیایم. تیمی من براش مهم نیست ما چه امتیازی میگیریم. بازی خیلی برای من مهمه. برای آقای تیموری مهم نیست. خانم مومن، خانم اتادی، آمد شما بر دنبالتون میگرد. ما امتیاز بالا رو گرفتیم. چند امتیاز شد؟ براتون چقدر مهمه آقای تیموری واقعا؟ چند؟ خب چقدر خوب ها میخوای شما شرکت کننده باشی؟ خسته نباشید خانم مومن، تا اینجا چطور بوده برنامه؟ خدا رو شکر خوب بود. فکر نمی‌کردم با آقای تیموری من بتونم یه امتیاز بگیرم. خدا رو شکر. به نظرتون آقای تیموری خوب خوندن یا نه؟ واقعا بد نخوندن. یه انصافی نکنیم. مثل آقای صادقی که نخوندن. ولی خب به هر حال امتیاز گرفتیم دیگه، همینش جذابه. یعنی من اصلا به برد که فکر نمی‌کنم. اومدم اینجا یه پوکسایت خوردم که آروم باشم، اصلا به برد فکر نکنم وقتی فهمیدم آقای تیموری هم گروه همه. فکر میکنید که از داورامون امتیاز خوبی میگیرید یا نه؟ فکر میکنم که امتیاز بالایی میگیم. خب هم تونستم بخونن هم من تونستم حدس بزنم. ولی تیم خوبی شدین. آره خوش میگذره واقعا. یعنی دیگه آدم به مسابقه فکر نمیکنه.
الان میام دارم راجع به مسابقه آقای تیموری و خوانندگی خیلی خوبشون دارم صحبت میکنم. مرسی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. انشالله بازم میام. خب جمع امتیازات داوران عزیز چیدمان 400 بوده و من نمیدونم چرا، ولی من اگه بودم 4 هم نمیدادم. ولی نوشه جونش برم برای خب. خیلی خوب، آماده این برای خریداتون؟ بله. بفرمایید انتخاب کنید. چقدر وقت داریم؟ 30 ثانیه، بیشتر وقت نداریم. 30 ثانیه. 30 ثانیه و به رنگ، طرح و اینکه با بقیه چیدمانتون همخونی داشته باشه و دقت کنید. 5 6 خانم مومن یه دقیقه ببینید نگاه 7 یه لحظه این یه لحظه تشمیر اجازه میدین انتخاب کنم؟ اینو دیگه آخه آقای تیموری نصف زمانتون رفت. دومی رو من انتخاب میکنم. آها از اون ور سومی به نظر میاد. بفهم. بفهم. 30 ثانیه بیشتر وقت ندارید برای من. اگه 30 ثانیه وقت داریم همین انتخاب میکنم. شما دوست دارم موزیک گوش بدم. من اینو انتخاب میکنم و اینو. اینو نمیخواد لطف کنید ها. خودم دارم کش میدم جاش. با همون پولی که برداشتید از اینجا. سرویس اتاق خواب این خوبه، فقط این تخته ممکنه که رنگش هم رنگ این باشه، یعنی یه جورای شبیه. بله بچه ها براتون هم رنگ همون رو. تلویزیون هم همین. ما رفت. اینه که خودم خریده بودم. بفرمایید قفلش شیرالات. جدی داره میبره. میاریم براتون. خانم از اون بر مقدم کرد. راستو اصلا نتونستیم تشخیص. نگفتم چون خانم. خب اینا نه اینا که اصلا به کار ما نمیاد چون زیر دست من خراب میشه. اینا نزدیک به هم اصلا خوب نیست. من اینو انتخاب میکنم. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. من بی خودی داشتم تفریح می‌رفتم که تا شما انتخاب کنید. بله. کش اگر خواستین هست. برای مرحله بعد. چهارده پنجانو مبلیران آقا دمتون گرم. من دیدم 206 سکه رو میگم. بله بله به 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 خوشی دستتون. به به گل بود به سبزه نیز آراسته شد. این سکه و ماشینا رو که میبینید دوستان قیمتش هم بالاست، فکر میکنه واسه کیه؟ واسه شماست، واسه شما که تو کمپین تخفیف مبلیران در طول برنامه چیدمان شرکت کردید. حالا اینا رو که بذارید کنار، یعنی بارو بندیل چیدمان رو که جمع بکنن، میرین تو قرعه کشی مبلیران و انشالله برنده میشین. اینو بذارید کنار، خود برنامه چیدمانه یه مسابقه داره که شما اگه تو اون مسابقه شرکت بکنید و انشالله برنده بشید، به 3 نفر دقت بکنید، هر برنامه به 3 نفر کد تخفیفی 20 میلیون تومانی میدن. برید خرید بکنید دوباره هم مبلیران حال شو ببرید. یعنی اصلا دیگه نمیدونم چی بگم من خودم. الو گوشی دستتونه؟ آقا اون سرویس خواب و مبلا رو بفرستین دیگه. آره خیلی خوب، بعد از این همه تلاش و چالش و بازی و امتیاز و خریداتون از غرفه ها و چیدمان خوبتون، آماده هستیم بریم ببینیم نتیجه چی شده؟ بله بله بفرمایید. الان میچرخه و ما اون بعد بفرمایید. آخه بفرمین عزیزی، یه لیوان چای میدی؟ اصولا قدیما میگفتن خانوما مقدمتر. آخه ببخش خانم مومن، آبجی ببخشید. اول خونه رو یه نگاه کنی. آخه ببخش، من خیالم که تو میخوایی. چقدر قشنگه. همیشه میرسی خونه اول چای میخوای؟ نه یه لحظه اصلا رفتم فضای خونه خودمون. کسی مگه هست دست چای بده؟ آقای تیموری. بله، اینو من گفتم بزنیم اینجا، درسته؟ شما گفتی بذاریم اینجا، انتخاب کردیم. آقای تیموری سنگین کمک میکنین؟ اینو دوست ندارم اینجا. بچه تغییری کاری چیزی اگه آره، دارید آره این اصلا جاش مناسب نیست. این نه یه لحظه اجازه بدید. یه لحظه اجازه بدید. جایی با تلویزیون عوض کنی؟ چرا؟ بلوتوث تلویزیون میخوام ببینم. ببین نگاه، من دقیقا دنبال همین بودم و اینو بایستا.
دکمه‌اش خراب شد خانم معتادی. اینو مطمئن میشین دکمه‌ها خراب شد. نه نه این آهنگ یادت میاد برای سریال کوچقاقیاس که آقای عطاران خودشو خونده. دوست ندارم دیگه خواب ببینم دیگه خواب بیتاب ببینم ببینم که نگران حال منی. آشپزخونه رو اصلا نگاه نمی‌کنین چی کار کردی. آقای تیموری انقدر شیطونی می‌کنن نمی‌ذارن. ببین واقعا باید اینا رو یه راستی آزمایی کنه اولش. وای نه اینو من انتخاب کردم. خوبه؟ بله هیچی نیست تو یخچال، ما فقط می‌خوایم وسیله خونه چیدمان کنیم. بعد خونه کامل خوبیه. آره بعد چیزو امتیازاتون نرسید بخرید ولی کلا خونه بدی. آره بعد نیست اگر اینا سالم بمونن که ما بتونیم بریم مرحله بعدی ان شاء الله. آره من اینجا پای گازا کلیو داریم خونه رو نشون بده. من به باختم واقعا امید ندارم. جدی میگم اینو. واقعا امید ندارم. باید ببینیم گروه های بچه کار بکنم. یه پوکسایت خوردم که اصلا مسابقه رو جدی نگیرم. ولی تلاشتون رو کردین. مهم اینه. آره. خوش گذشت. آقای تیموری خیلی خسته و داغون رفت خوابید. به نظرتون الان من خستم با این وضعیتی که وجود داره یا ایش؟ آقای تیموری. آقای تیموری دیگه لذت بردن از محیط خونه بسته دیگه. تشریفیه. حالا با این اوضاع مخاطبا به ما رأی بدن. بله حتما رأی میدن. مخاطبا کی من زیر پتو صدا کرد؟ آقای تیموری. بله. مخاطبا یک کلیپ از جزئیات چیدمانتون خواهند دید. به شما امتیاز خواهند داد اگر صحبتی دارید باشون انجام بدین. بله خب اینا همش که نمایشی بود. واقعا من خیلی خوشحال شدم در کنار شما بودم و واقعا خودم لذت بردم. دوست ندارم این خونه رو ترک کنم. ممنون از حضور گرمتون. ما هم خیلی بهمون خوش گذشت. چالش ها رو خیلی جالب انجام دادی. امیدوارم که برنده گروه شما باشه. حتی من مجبورم به دلیل میزبانی برای همه این آرزو رو بکنم. در این فاصله ما میریم سری میزنیم به اتاق داوری، جمع‌بندی امتیازات و کارهای شما رو انجام میدیم و ان‌شاءالله که موفقیتتون رو ببینیم در این بازی. پس منم میرم تو اتاق و منتظر امتیازات شما هستم. خب. از اتاق رد میشم. خدا نگهدار. خداحافظ بچه‌ها. شما از همین الان تا 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید چیدمانه میتونید طبق سلیقه خودتون به شرکت کننده های این قسمت امتیاز بدین. بعد چی میشه؟ بعدش وارد قرعه کشی 3 بن تخفیف 20 میلیونی خرید مبلمان از مبلیران میشید. حالا پیشنهاد هیجان انگیز سرش اینجاست که با حد زدن مهمونای قسمت بعدی برنامه وارد قرعه کشی 2 واحد آپارتمان میشید. البته باید یادآوری کنم که فقط تا 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید برنامه فرصت دارین و مهمتر از اون این که هر چقدر تو قسمت‌های مختلف شرکت کنین و حدس درست بزنین پایان فصل اول شانس بیشتری برای برنده شدن دارید. هیچ محدودیتی هم برای تعداد ارسال پیامک حدستون از مهمونه قسمت بعدی ندارین. پس همین الان به سامانه پیامکی 90989 پیام بدین و وارد قرعه کشی های جذاب چیدمانه بشید. خب جمع‌بندی کنید خانم مهندس شریفی. شما خواهش میکنم. والا خیلی سخته قضاوت به خاطر اینی که خب دوستان انتخاباشون هم محدود هست، فضایی که در اختیارشون محدوده، اما به نظر من انتخابای هارمونیکی داشتن. انتخاب رنگشون برای اتاق خواب خیلی قشنگ بود به جهت اینکه آشپزخونه خب قلب خونه است و باعث گرمای خانواده و اون احساس گرما رو باید ایجاد بکنه و اشتها آور بودن. من انتخاب رنگ‌هاشون رو برای آشپزخونه زیاد نمیپسندم اما بقیه فضاها واقعا خیلی متشکرم. امتیازتون رو
بنویسید. خواهش می‌کنم خانم زیاد. من هم در رابطه با بحث رنگ بندی فضاهاشون بود که فکر می‌کنم یه مقدار اون هارمونی رنگ و کنتراست ایجاد نشده بود و همینطور که خانم مهندس شریفی هم فرمودن در رابطه با بحث کیچن و آشپزخونه‌شون بود که حالا انتخاب بین کابینت‌ها و یه سری در واقع آیتم‌هایی که توی رنگ‌بندی یونیت‌های کابینت بود من هم خیلی مورد پسندم نبودش. خواهش می‌کنم آقای مهندس. عرضم بزرگ شما ببینید اصلا کلن ما بحث سلیقه است وگرنه اصلا بحث قیمت نیست توی معماری داخلی بود. ما توی آشپزخونه میشه با جنس ارزون یه کار خیلی خوشگل. ببینید ما توی مثلا آشپزخونمون اصولا نباید دیگه از لباسشویی استفاده بکنیم، چون لباسشویی بالاخره برای لباسهای کثیفه و میاریم یه جایی که جای بهداشتی و خوراکی در اون محل میذاریم، اونم جلوی دید کاملا تو ویوی نشیمن ما داشتیم لباسشویی رو میدیدیم، که به نظر من اگر اینا حتی مجبور باشیم نگه داریم حداقل یه جایی که تو دید نباشه، آره دقیقاً ببریم تو پشت و جای محل صندلی‌های تکیه‌مون خیلی به نظر من بی ربط بود. اگر اینا رو بتونیم توی یه جای بهتری قرار بدیم که خودشون هم عوض کردن. دقیقاً. امتیاز شما خانم شریفی 450 خانم شریفی. خانم مهندس زیا من امتیازی که در نظر گرفتم براشون 350 هسته. 350 چقدر خصیصی خانم. نه یه مقدار سختگیرانه امتیاز میدیم به بچه‌ها، درسته خیلی سلیقه‌ایه ولی خب اشکال نداره. آقای مهندس سلیمانی من به خاطر همون بحثایی و دلایلی که داشتم من فکر میکنم 250 250 خب 450 350 و 250 بله 350 امتیاز دوستان ما سرکار خانم مؤمن و جناب آقای تیموری است برای چیدمانه. قسمت اول 350 به صورت میانگین از امتیازات داوران تقدیم این دو هنرمند عزیز میشه. خب چطور بود؟ نظرتون بود؟ خیلی خوب بود. خیلی حال بلخص این تیکه آخرش که اصلا خیلی ترسم اصلا همه چی خود به خود تکون میخورد. ما ببخشید کلیت برنامه خیلی خوب بود. شما چطورین؟ خانواده خوبن؟ همگی خوبن؟ شما خوبن؟ شما چطور؟ خیلی خوب بود. راضی بودین؟ مخصوصا همگروهی شدن با آقای تیمی. خب میخوان یه بار یوسف جان بریم بالا خونه خونه رو ببینیم. به باختم امید ندارم. مثلا سوالو نفهمیدم. میگن که قرار باشه یکی از آیتم‌های برنامه رو حذف کنید، کدومه؟ کدومه؟ خوانندگی که خیلی خوب بود. واقعا خوب بود. آره، خوانندگی واقعا خوب بود. بافتن کار آقای ساده بود. بافتن آقا موتور سواری. کار خوابید آقا. میگم که شما آدم نشینین کلا، نمیتونین یک جا بشین. نمیدونم واقعا ناخداگاهی، ولی خب خدا رو شکر بابت این انرژی. من یه جا از بغل داداشم در رفتی بیرون از پنجره اومدی تو. از چرا امتحان میکنم اینم که سالم بود در و پنجره همه چه سالم. باشه میکس استرل بابای فکرم میخوایم میکس شهرتونو بگم یکم شبیه خواننده آقای صفت هستین و آره دکتر ارنست فکر می‌کنم میکس شعرتونو بگم. ببخشید من الان دیگه لقب دارم. نگفتین روک بگو. خب بله بفرمایید. خب دکتر ارنست بود هم تیمیتون خودتون انتخاب کنین دوست داشتین با کی هم بازیش. من یکی دوستام که بیژن بنفشه خواهد تشدید دید داره اسمش فکرم غلط گفتید. من واقعا بیژن دوست دارم، یعنی واقعا خودم بیشتر دوستش دارم. ولی اینجا فرمتش این بود که افتخاری بود در کنار یک همکار
خانوم، اونم خانم مؤمن باشم. ولی اولین تجربه بود فکر میکنم که با هم گروهی خانوم داشتم، یعنی فکر میکنم اولین بار بود. من خیلی لذت بردم در کنار آقای تیموری، خیلی خوش گذشت. سنتاب صدای خیلی خوبی هم. گهگداری گیتار میزنم، اونم آکورد میگم. فقط خواننده هایی که میخونم، آره خواننده هایی که میخونم سم... ببخش من تو نه 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 بذار از اونجا بینیم که جاکات داشته باشم. من گهگداری گیتار میزنم، نه خیلی حرفه‌ای آکورد میگیرم گیتار میزنم. خواننده هایی که میخونم قدیمی جدید سعی میکنم صدام یکم نزدیک به صدای اونا کنم، چون خیلی دوست دارم حالا اون ترانه رو، شعرش رو، حرفی حدیثی در رابطه با برنامه. ان شاءالله که همه یک صدا با هم بخندیم و لبخند به لبمون باشه، همیشه شاد باشه. مرسی وقتتون گذاشتیم، تشکر میکنم. خوش کنم خوش کنم خانم مقدم بفرم. اگر دوست دارید برنده یکی از اون دوتا آپارتمانی باشید که برای شما بیننده های توی خونه در نظر گرفتیم، باید در دو چالش ما شرکت بفرمایید. اول اینکه باید داوری بکنید این عزیزان رو امتیاز بهشون بدید و به سامانه 90989 برای ما پیامک بکنید. و دوم اینکه حدس بزنید مهمانهای بعدی ما در قسمت آینده از میون چهره هایی که ما به شما معرفی میکنیم کدوم عزیزان هستند. امیدوارم برنده یکی از اون دو آپارتمان شما عزیز باشید. لحظاتتون پر از چیدمان زیبایی ها. زندگی خوش و خدا نگهدارتون تا قسمت آینده. میزنم ای به در و دیوار خونه که